به برنامه نان گلاسا خوش اومدید. سلام به همه کی، من مریم نمازی ام و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با حجاربی صحبت میکنی، یعنی عروسک باربی که حجاب داره. دنیای وارانه، مسخره. مصاحبه این هفته با آتوسا فرهمند درباره رقص و رقص مدرن و معاصر. واقعا واقعا مصاحبه جالبیه، حتما اینو با ما ببینید. فتوای احمقانه از آیت الله العظمى علی خامنه ای، مفتی بزرگ، و فتوای واقعا احمقانه بزرگی هم هست در رابطه با لایک زدن و فالو کردن جنس مخالف توی فضای مجازی و حرامه. باید ازدواج کنین، سیغه کنین. اول سیغه کنین. چقدر طول میکشه که آدم یه لایکی بزنه؟ خیلی وقت میگیره. و لحظه زیبای زندگیمون از افغانستان و یه ماراتون مختلط زنان و مردان که به کوری چشم اسلامی ها کور بشن انشاءالله. با ما باشین، این برنامه یه جالب رو ببینید. ماتل، شرکتی که عروسک‌های باربی رو درست می‌کنه، اخیراً یک عروسکی درست کرده که حجابیه. باربی حجابی، یعنی واقعاً اصلاً آدم نمی‌دونه چی بگه. دقیقاً این مسئله رو به نام ابتهاج، دختر آمریکایی که حجاب می‌پوشه و مدال برده به عنوان قهرمان زنی که سنگرا رو فتح می‌کنه، به اون اسم گذاشتن و عروسک درست کردن با حجاب. در واقع با این کارشون سعی میکنن که حجاب دختران رو عادی جلوه بدن. و علتی رو که این خانم انتخاب کرده، نه به خاطر که مدل برد قهرمان بوده توی المپیک، بلکه به خاطر که حجاب تنش کرده. در واقع این نقش و شخصیت به حجاب داده و حجاب سر دختران. و این به نظر من بازی زیاد جالبی نیست، بازی کثیفی که در واقع بیان اسلامی ها رو سعی میکنه در جامعه نورمال و عادی جلوه بده. و یه چیزی که یکی از رؤسای ماتل میگه اینه که دلیلی که این عروسک رو درست کردن به خاطر اینکه ابتهاج این چیزی که متفاوتش میکنه از بقیه، به خاطر اینکه اون تفاوت خودشو به آغوش گرفته و ازش خیلی افتخار میکنه، به همین دلیل این باربی حجابی رو درست کردن. و خب یعنی دوباره داره میگه کسی که از حجاب دفاع میکنه، از حجاب خوشش میاد. و همین صحبتی که کردی فریبرز، که این بالاخره باربی یک عروسک برای بچه ها و به خصوص دختر بچه ها، و چیزی که داره میکنه اینه که داره میگه که حجاب به سر کردن یه چیز کاملا عادیه، ولی خب ما واقعیتش میدونیم که حجاب یک ابزاریه برای کنترل دختران، کنترل زنان، و به خصوص به خاطر اینکه یعنی داره میگه که اگر حجاب به سر نکنی فتنه در جامعه به وجود میاری و باید حجابی باشی و عروسک حجابی. خب اینا خیلی نرمال میکنه، همون بیانو میده. من نمیدونم پاسخ این سازمان بین‌المللی، ظاهرن بین‌المللی، به زنایی که تو جامعه ایران، تو جامعه افغانستان، تو جامعه عراق، توی عربستان سعودی، توی الجزایر و تمام خاورمیانه و شمال آفریقا و تو کشورهای اروپایی دارن میجنگن برای اینکه رها بشن از قید مذهب، که چادرشون رو بذارن کنار، حجابشون رو بذارن کنار، احساس آزادی کنن، احساس باد بکنن، باد توی موهشون رو احساس بکنن. پاسخشون به این زنا و این مبارزات چیه؟ نقششون تو این قضیه چیه؟ در کنار اسلامی و بیان اسلامی واسطه، به نظر من یک عمل ضد انسانی کامله که شرکت باربی و متال این کارو داره. و این خب ادامه همین ضد زن بودن خود شرکت باربیه، چون اگر باربیای معمولی رو به عنوان یه زن عادی در بیارین، شکل یه زن عادی در بیارین، میبینین که یه زنیه که انورکسیکه، یعنی واقعا مشکل سلامتی داره به خاطر اینکه انقدر لاغر درست کردنش. حالا خب از اون ور کشیدن این ضد زن بودنشونو و حجاب به سر باربی کردن، اینا همه تجسم زنی که
واقعا مورد قبول مذهب، مورد قبول سرمایه است، مورد قبول کسایی که ضد زنن. دقیقاً ولی من فکر کنم یه علتی رو که این کار کردن، یکی دلایل دیگه اینه که اینا دیدن یه بازاری که اسلامیا درست کردن تو خاورمیانه و سعی می‌کنن این بازار رو از اینا در واقع پول درن. یعنی یه نقش یا یه بخشش هم اینه که سعی می‌کنن پول درن، سعی می‌کنن اون بازار رو تقویت بکنن و براشون مهم نیست که زنایی که دارن می‌جنگن برای رهایی، زنایی که دارن می‌جنگن از قید چادر و حجاب اجباری رها بشن، هیچ براشون مهم نیست، میتونن اینا رو کاملا زیر پا بذارن. این عملیه که شرکت متال و باربی داره انجام میده. و یه مسئله دیگه هم که مهمه اینه که ببینیم، ما داریم در رابطه با بچه‌ها صحبت میکنیم اینجا. یه زن رو برداشتن، حجاب کردن روش عروسکشو، ولی این عروسک داره داده میشه تو دست بچه‌ها و خب این خیلی مخربه برای توسعه بچه‌ها و دیدی که دختر بچه‌ها به خصوص به خودشون خواهند داشت. یعنی این یه نوع اذیت و آزار کودکه. خب ولی به اسم، چون به اسم مذهبه و احترام به مذهبه، قابل قبوله. ولی خب دقیقا خطرش هم تو همینه. یعنی فقط یک عروسک نیست، از یک مثلا یه مدل درست نکردن، مثلا یه مجسمه ازش یه جایی نذاشتن، اینو دارن درست میکنن که بدن دست دختر بچه ها. دقیقا این کار هم از لحاظ تاثیر روحی رو بچه ها، تاثیر روانی، پول داره بردن و علیه مبارز زنها بودن توی خیلی از کشورها و جوامع و کاملا در واقع عمل تهوع آوریه که شرکت باربی و شرکت متال این کار دارن میکنن و کاملا محکوم. خجالت بکشم. خیلی خوشحالم، خوش اومدید. میخواستم در رابطه با کار رقص باهاتون صحبت کنم. شما کار رقص کنتمپری انجام میدید، چرا دقیقا کار کنتمپری معاصری بهش میگن؟ دقیقا من خودم کلمه فارسیش نمیدونم چی بگم، رقص معاصری همونجور که خودت گفتی. به نظرم رقص معاصری رقصیه که هیچ مرزی نداره. توی این رقص تو میتونی تمام تجربیاتت، عشق، داستان تو با بدنت بگی، واسه همین هیچ قانونی نداره و تنها دلیل تو واسه حرکت کردنت و رقصیدنت گفتن داستانته. واسه همین مثلا بعضی جا به عنوان رقص تئاتر به اصطلاح میگن که خیلی آشنا هم حتی نیستن و خیلی تجربه مختلفشون رو با هم قاطی میکنن. و مثلا من خودم تجربه رقص صوفی دارم، یکم رقص مثلا بریک دنس کار کردم، بعدش این دوتا رو هم حتی تو رقصم بعضی وقت کار میکنم، ولی شاید بیننده نفهمه چون تغییر خیلی میدم. ولی رقصیه که مثل یه ظرف غذاست، یعنی تو هر چی میتونی توش بذاری و هیچ قانونی نداره و قشنگیش هم به همینه. یعنی یه چیزی که قبلا گفتین وقتی داشتیم صحبت میکردیم اینه که جنسیت اهمیتش کم میشه یا از بین میره توی این نوع رقص، و چرا اون مهمه از نظر شما؟ این همونجوری که گفتم، این رقص بدون مرزه، واسه همین هیچ قانون نداره که مرد چجوری برقصه یا زن چجوری برقصه. خب رقصهای دیگه هستن، استایلهای دیگه که تو کاملا حس میکنی اون لحظه که آره من الان یه زنم باید دارم میرقصم یا حالت فمینیتی دارم یا لطافت دارم. ولی رقص مدرن هیچ کدوم اینا رو نداره و وقتی گروهی کار میکنی یا حتی تنهایی توی استیج، جنسیت خاکستریه واسه، یعنی نمیفهمی چی. حتی من تو اجراهام که حتی برهنگی توش باشه، اون لحظه خود من فکر نمی کنم که الان من یه دخترم دارم راه میرم، الان فکر می کنم من دارم راه میرم. میدونی چی میگم؟ فاعلا اون من جنسیتش از بین میره، واسه همین این زیباییشه من حس میکنم. یه صحبت دیگه هم که قبلا کرده بودیم با همین بود که داشتی میگفتی که از نظرت رقص خیلی سیاسیه، اینو یه خورده توضیح بده، چرا اینطوری فکر میکنی؟ رقص سیاسی هست واسه کسایی که تجربه بزرگ شدن تو کشور مثلا ایران، حالا کشورهای دیگر من تجربه ندارم، حالا خودم رو بگم،
کشورم همیشه از بچگی علاقه من بودم به رقصیدن. خب هیچ وقت سیستم و خانواده، فرهنگ، سیاست همیشه مخالف رقص بوده و من همیشه میپرسم واسه چی؟ چرا من نمیتونم برقصم؟ دلیلش چیه؟ من بچه بودم دوست داشتم برم کلاس باله، مامانم منو کلاس تکواندو فرستاد، کمربند مشکی گرفتم ولی همیشه به رقص فکر میکردم. این باعث شد که هر موقع که من میرقصم فکر میکنم دارم یه چیزی رو میشکنم، اون قانون اشتباهی رو دارم میشکنم و وظیفه خودم میدونم که اون قانون اشتباهی که سیاستمدارای ما نوشتن، من یک وسیلم، یک ابزارم که هر دفعه اینو باید بشکنم و احساس مسئولیت میکنم. واسه همین رقص واسه من این نیستش که الان میخوام برقصم هنری باشه. از یه طرف به این فکر میکنم که علامت سوال تو ذهن مردم بیارم. حالا هر کسی میدونین جهت خودشو داره تو سیاست، خیلی پیچیده است، ولی من خودم رو وسیله میدونم که علامت سوال تو ذهن مردم بیارم. جواب به مردم نمیدم که آره جواب ما الان اینه، نه، من علامت سوال میذارم برای مردم، حالا با بدنم، با تصاویری که دارم، و مردم هم که تصمیم میگیرن که جوابشون چیه یا اصلا میخوان دنبالشون بگیرن یا نه. در رابطه با اهمیت رقص برای کودکان حرف زده بودی قبلا و اینکه چه تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه، به خصوص بچه‌ها چه سوئدی باشن چه پناهنده باشن که اومدن سوئد و الان سوئدی ان، اینو میتونین یه خورده توضیح بدین؟ آره، من حس میکنم جوانای الان از بچگی خب بزرگ میشن، تمام وقتشون به اینه که گوشی هاشون رو دست بزنن یا وسیله های الکترونیکی. چقدر ما در روز همدیگر رو تماس دستی یا پوست به پوست داریم، بدن به بدن داریم. من حس میکنم عشق یا محبت یا اعتماد چیزی که فقط از این طریق میتونه بین آدم ها ایجاد بشه، و همینطور که به نظر من بچه ها اگر بچگی شروع کنن تماس بدن به بدن داشته باشن، یک اعتماد خاصی نسبت به همگروهشون، هم مدرسی هاشون ایجاد میشه، با خانوادهشون، اگه مثلا با مادرهاشون بیان کلاس های رقص. مثلا ما بچه هایی داریم از مثلا 2 ماهگی 1 ماهگی میان مثلا با مادرهاشون تا بگیر سن بالاتر. به نظر من رقص یک چیزیه که تو هم با دیگران ارتباط برقرار میکنی، با اینکه شاید من خودم مهاجرم به سوئد، هنوز سوئدیم در اون سطحی نیست که خب همه چیزو بفهمم، ولی تو رقص این باعث میشه که تمام این محدودیت ها رو واسه من از بین ببره و بتونم با همه بدون در نظر گرفتن هیچ مرزی ارتباط برقرار کنم. یه سری احساسات هم هست ما به زبان مادر خودمون نمیتونیم بگیم. من از میگم مثلا خیلی بچه های جوان هستن، مخصوصا هیسن بالاتر میره، مثلا احساسات نمیتونن بگن، نه به مادرشون، دوستشون، هیچی. رقص این کمک رو باید میکنه که تو با دیگران یا با خودت به تو اتفاق کنی و این احساساتت جمع نشه، خالی کنی. میدونی چی میگم؟ حتی الان آمار گرفتن که اعتماد بین آدم ها کمتر از جنگ جهانی اوله. اعتماد بین آدم ها، چند تا دوست ما داریم که واقعا اعتماد داریم؟ من اسم بگم رقص میتونه یک درمان باشه واسه همه ما، چون باعث میشه محبت انتقال بشه از پوست به پوست. در رابطه با بچه هایم که تراما دیدن، اذیت جنسی دیدن یا بالاخره فرار کردن، شرایط خیلی سختی زندگی کردن، رقص به علاوه چیزایی که گفتین چه تاثیرهای مثبتی خودتون دیدین داشته؟ ببین، بچه هایی که از قبل تجربه بدی دارن یا همین مشکلات، حالا هر کسی تجربه خاص خودشو داره، من کسایی دیدم که روز اول حتی دوست نشن تماس دست به دست داشته باشن با جنس مخالف خودشون به خاطر ترسشون. رقص این کمک رو میکنه، البته طولانی مدت، نمیتونه با یه جلسه معجزه بکنه، ولی طولانی مدت این کار رو میتونه بکنه که تو از تمام این مرزها و فریم های تعریف شده واسه تو، مثلا چه چیزی درسته، چه چیزی غلطه، یا اعتماد، یا همه چی، اینا رو تو همه رو میشوری، تمام اینایی که تو مغزت کردن، یا دختر چجوری باید راه بره برقصه، پسر چجوری باید راه بره برقصه، اونا رو همه رو میذاری کنار، شروع میکنی واژه و تا عارف جدید واسه خودت میسازی. و بچه های جدیدی که این مشکلات رو داشتن و حس شرم دارن یا
اینا رو میذارن کنار بعد این مدت، چون رقص کمکشون میکنه که آزادی داشته باشن و فکر نکنن هیچ مرزی واسه شون هست چجوری تکون بخورن، چجوری حسشون با بدنشون بیان کنن، چجوری یه نفر دیگر رو تماس داشته باشن. تمام این مرزها شکسته میشه و این کمکشون میکنه که به مرور زمان این اعتماد همونجور که گفتم بین همدیگه ایجاد کنن. به نظر من اعتماد و محبت چیزی که داره روز به روز بین ماها کم میشه و رقص این کمک رو به بچه ها میکنه که اینا رو ترس و تمام این تعاریف راجب جنسیت و همه اینا رو بذارن کنار و تو لحظه زندگی کنن، چون وقتی میرقصی نمیتونی به چیز دیگه فکر کنی. گفته بودی که هیچ وقت، خب البته تو ایران که قدغن بود، بعد حتی مجبور شدی معماری بخونی، نتونستی رقص بخونی و حتی داشتی میگفتی که رقاص یه واژه منفیه، همیشه ازش استفاده میشه. چی شده که پیگیری کردی و گفتی که این کارو میکنم هر راهی شده انجام میدم و خب این کارو کردی؟ من از بچگی طوری بودم، کلا عادتم این بود که وقتی به هم میگفتن این کار رو نکن و از طرف مغز خودم فکر میکردم که چرا این کار درسته، پافشاری تا لحظه آخر میکردم که اون کار رو انجام بدم. به نظر من قانونای بد یا قانونای مسخره نوشته شدن و باید مردم بشکننشون، چون ما همه مسئولیم که قوانینی که واقعا به عقل جور در نمیاد و بشکنیم و نپذیریم. منم به عنوان خودم، به عنوان یک کسی که علاقه من به رقص بودم، حالا هر کسی تو جهت خودش با قوانین آشناییت داره، با این قانون آشنا شدم که رقص ممنوعه و خودم مسئول دونستم، مثل یه ابزار، مثل یه اره که هر رفعه که میرقصم یا هر رفعه اجرا دارم یه حس خوب بهم دست میده. امیدوارم که یک نفر از ایران، یا نمیدونم، این منو ببینه و یک اشتیاقی بهش دست بده که این ممکنه. من یه روزی تو ایران هیچ وقت فکر نمیکردم اینجا باشم، بخوام برقصم، مردم مثلا منو دعوت بکنن یا اصلا این کمپانی بخواد منو استخدام کنه، ولی این ممکنه. تا لحظه آخر آدم باید بجنگه. من خودم رو یه جنگنده میدونم، یعنی همیشه مبارزه گر، لحظه به لحظه زندگیم همش مبارزه است و دوستش دارم، یعنی این نیست که ناراحت باشم و امیدوارم که یک روزی با کارهایی که میکنم یک نفر از ایرانی، حتی یه نفر واسم کافیه، از طریق من این امید بهش داده بشه که یه راهی واسش هستش که بتونه به آرزوهاش برسه. چون خیلی هستن که حسرت همینجا رو دارن، حسرت این آزادی، همین حرف زدن منه که الان هیچ کسی نیستش که بخوام بترسم، این حسرت رو خیلی دارن و من خودم مسئول میدونم. خیلی قشنگ گفتی. تو این جلسه که تو کل هستیم قراره یه رقصی انجام بدی. خب گفتی که جزو یه گروه کانتمپری هستی، ولی این رقص رو خودت کوریوگراف کردی، خودت انجام دادی و تنهایی داری انجام میدی. میتونی توضیح بدی این چیه، این رقص و هدفش چیه؟ این رقص اصلش حدودا یک ساعت بودش که من فستیوال تئاتر هایدلبرگ که مال ایرانیا بود اقدام کردم که اجرا بکنم تو ماه فوریه. بعد باسه کل یکی از کسایی که اونجا دیده بود اجرامو از من دعوت کرد اینجا اجرا بکنم، چون که تو شش سری تابو شکنی های انجام دادم و خیلی خوشحالم هستم که از مردم مشوق شدن، چون این انتظار داشتم شاید مثلا برخورد خوبی نشه، یعنی این ترسو داشتم. میدونی خب وقتی تئاتر ایرانی باشه آدم احتمال هر چیزی رو میده و اصلا شوکه شده بودم که اینقدر مثلا خوششون اومده بود. واسه امشب 15 دقیقه از اون کار رو از بخش سفیدشون، کارم اسمش سیاه و سفیده، از قسمت سفید 15 دقیقه رو بیرون کشیدم و انجام میدم و قسمت سیاهش بیشتر راجع به بُعد تاریک همه ماست که همه آدما دارن و من اینو نشون میدم که آدم باید باشه ارتباط برقرار کنه به جای اینکه بگه وجود نداره. قسمت سفیدم بیشتر راجع به امیدها و آرزوها و مرگه و اینکه آدم همیشه دوست رو به بهبود یا بهتر بودن پیش میره و این همه
درگیری‌هایی که آدم داره که به اون بهتر شدن برسه و یک حالت فریم دستم میگیرم، اون نشون داده چارچوبایی که مثلا هر جامعه نسبت به جامعه و سیستم هر کسی داره و من اونو مثلا میشکنم و از اون مثلا قابه میام بیرون و فکر کنم کارم طوریه که هر کسی از هر مثلا گذشته یا از هر کشور میتونه باشه ارتباط برقرار کنه، چون خیلی از چیزا تصاویری که میدم اینترنشناله، یعنی اونجوری نیست که فقط بگم مال ایرانه، هر جایی به نظر من تابوها و مشکلات خودشو داره، یعنی نمیشه گفتش جامعه اینجا هم خیلی بازه. به عنوان سوال آخر این بود که گفتی در ضمن بدن اوریان خودم نشون میدی به عنوان همون تابو شکنی، چرا بدن اینقدر اهمیت داره؟ ببین من خودم حس میکنم تو هنر همیشه وقتی بحث لخ بودن یا اوریان شدن میان، من حس میکنم بحث صداقته، صداقت من با مخاطبم، این که بگم پشت تمام این لباس و گریم و زیبایی و نور و صدا منم که هستم، من میخوام این تصویر رو بدم که آتوسا همینی که هست، چیزی که هیچ وقت قبول نشدم از طرفش از خیلی ها، ولی میخوام اینو نشون بدم که این جرأت رو دارم که نشون بدم، شاید قضاوت بشم، میدونی که آدم خب همیشه قضاوت میشه وقتی رو صحنه است، ولی این جرأت رو دارم که دیگران منو ببینم و قضاوت کنم و انقدر محکم هستم که پام نمیلرزه یک لحظه، این پای من همیشه محکم وای میسته روی زمین و اینو میخوام نشون بدم که پشت تمام این نگاه ها و قضاوت هایی که میشم اینی هم که هستم و کارم رو میکنم و میرم. خیلی خیلی ممنون از مصاحبت. مرسی عزیزم. آیت الله العظما علی خامنه ای رهبر واقعا بالای بالای بالا مفتی بزرگ، به نظر من هرچی احمق‌ترین فتواهای جهان، هرچی بزرگتر و بالاتر و عظماتر باشی فتواهات هم باید احمقانه تر و خنده دارتر باشی. یه ربط واقعا علمی اینجا وجود داره، یه کسی باید تحقیق کنه، یه چیزی وجود داره. خب ایشون گفتن که لایک زدن یا فالو کردن کسی در فیسبوک که محرم نیست آره حرامه، ولی نه راه داره، اینطوری نیست، ولی راه داره. همیشه یه راهی هست، باید برین میتونین ازدواج موقت داشته باشین و سیغه کنین همو، ولی آنلاین سیغه. میشه این کارو کرد یا نه؟ میشه ولی باید طرفو بشناسین، از پدر و جدش باید اجازه بگیرین، اگر دختر باکر است البته آره. معلومه بعد وقتی این کارا رو کردیم ما میتونیم لایک بکنیم، خیلی کار داره، لایک نمیخوایم بکنیم ولی برنامه رو همه میتونن لایک بکنن، ولی خب لایک کردین مطمئن باشین قبل صیغه درست حسابی داشته باشین که بشناسین، نه گفته نشناسی هم زیاد مهم نیست، فقط باید اجازه بگیرین اگه باکره باشه. فتواها فکر کنم احمقانه ها تو تمام رتبه های کار داره آدم یه لایک بزنه، خیلی مراحل زیادی داره، نشون داد که احمقترین فتوانه رو ایشون هم بلد انجام بده، مسابقه گذاشتن با سنی های عربستان سعودی. در سومین ماراتن بامیان در افغانستان بیش از 200 دختر و زن در آن شرکت کردند، من جمله از افغانستان، از ایران و کشورهای متعدد، و خب مسلمه که یک چیز واقعا زیبایی بود که زنان و مردان با هم داشتن میدویدن در یه ماراتن، چیزی که در دوره طالبان کاملا قدغن بود، قبلا بودن زن و مرد با هم و دویدن، زندگی کردن، کار کردن یه چیز عادی تو افغانستان بود و با حضور اسلامی ها این صحنه عوض شده، ولی مردم سعی میکنن که اون زندگی واقعی رو ادامه بدن، با هم بدوان، از کشورهای مختلف اومده بودن و عوض که وقتی از یکی از دوینده ها سوال میکنن که دویدن تو این ماراتن به شما چه احساسی میده، میگه به من احساس آزادی و خودم بودن رو میده و این لحظه واقعا زیباییه که تشکیل شده و ما به
برگزار کنندگان این برنامه واقعا تبریک میگیم و کار بسیار زیبایی رو کردن. به انتهای برنامه مون رسیدیم. تا هفته آینده روزا و شبای خیلی خوبی داشته باشین. بای. گود بای. اوکی. And I'm Faribos Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.